متصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. سلام وصلوات ودرود ورحمة بكران حضرت حق قدوس جلد عظمته بر حبيب او خاتم پیغمبران او وسالار سفرای او وسيد انبیای او وبر اهل بيت طيبين وطاهرين عن حضرت واوصياء معصومين عن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او وابن عم او وداماد او وجان شیرین او وخليفه بلا فصل او ووصيه بر حق او ووارث علوم وفضائل ومناقب ومكارم ومعجزات وكرامات منازل ومراتب وجميع اختيارات جملة مقامات او سيد المسلمين قائد الغر المحجلين امام المتقين يعسوب الدين ولي الاولين والاخرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل صلوات المصلين، وهمچنين برزات گرامي حجة المعبود كلمة المحمود عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان ولی العصر حجة الدهر امام الزمان خلیفة الرحمن شريك القرآن على حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باد. خدمة بینندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم و ایام مقبل شهادت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ان شاء الله العزیز در این ایام از عزاداران حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و اهل گریه و بکا بر مصیبت جانداز آن سرور عظیم و شأن باشید و باشیم، و پروردگار عالم ان شاء الله به برکت نام امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فرج فرزند او و نور عین او حضرت بقیت الله فی العالمین علیه السلام را هرچه سهل و آسان و هرچه زود و سریع محقق بفرماید و به آن بزرگوار اذن قیام عنایت بفرماید و کمر دشمنان حضرت ولی عصر علیه السلام را بشکند بحق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بحق اهل بیت اطهارشان صلوات الله علیهم اجمعین. و خداوند متعال مشکلات مؤمنینی که از ما التماس دعا نمودند برآورده به خیر بفرماید، حوائجشان را برآورده به خیر بفرماید و مشکلاتشان را حل بگرداند. دوستان عزیز، مطلب برای گفتن من خیلی زیاد دارم، به خاطر اینکه بینندگان محترم صرفه‌جویی در وقت شود و به خاطر اینکه مطلب برای گفتن زیاد هست، بدون مقدمه و بدون تأخیر دوستان عزیز بیننده، فضائل بیان فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام تا لحظات دیگری اول یک حدیثی بود که من قبلا خدمت شما دوستان عزیز از کتاب شریف اصول کافی خوانده بودم و پیرامون این حدیث بعضی از توضیحات لازم هست. این کتاب شریف اصول کافی مجلد اول چاپ دارالکتب الاسلامیه، در این کتاب مبارک و در این کتاب مقدس صفحه 374 373 حدیث چهارم، این دوستان عزیز این حدیث چهارم و همچنین حدیث دوازدهم در همین باب، حدیث دوازدهم از ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام و حدیث چهارم هم از ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرمایند ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه گروه هستند، سه کسانی هستند که خداوند متعال با اونها از روی غضب و از جهت عدم رضا و از جهت نارضایتی با اونها رو صحبت نمی کند و حرف نمی زند در روز قیامت و گناهان اونها را مغفرت نمی کند و ناپاکی ها و پلیدی های گناه را از اونها دور نمی کند. ولهم عذاب علیم، و از برای این سه گروه گناه چیست؟ بله، عذاب خیلی دردناک. این سه گروه چه کسانی هستند؟ من ادعا امامتا من الله لیست له. گروه اول اون کس من ادعا امامتا من الله لیست له، کسی که ادعا بکند امامتی را
از جانب خدا که از برای او نیست. امامتی که از امامتی را ادعا بکند، بگوید من از جانب خدا امام هستم و خدا او را امام نساخته باشد. و همچنین دوستان عزیز، این فقره اول، من ادعا امامتا من اللهی لیست له، میتواند بنسبت به قائل به امامت باشد. یعنی اون کسی که میگوید فلانی امام هست در حالی که آن شخص امام نیست. این فقره اونا هر دو طائفه را شامل میشود. و من جحد اماما من الله، طائفه دوم اون کسانی هستند که یکی از ائمه هدات معصومین علیهم الصلاة والسلام را انکار بکنند، منکر بشوند، بگویند امام صادق علیه السلام مثلا علی اعوذ بالله امام نبودند، جان ما فدای نام نامی حضرت امام صادق علیه السلام. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، گروه سوم کسانی هستند که گمان بکنند که آن دوتا در اسلام سهمی دارند، از اسلام بهره ای دارند. این آن دوتا ضمیر آمده آن دوتا به کی برمیگردد؟ به دو گروهی که در این حدیث شریف مذکور هستند برمیگردد، یا به اولی و دومی برمیگردد؟ بینندگان محترم، این احتمال که به دو طائفه‌ای که در این حدیث مذکور هستند برگردند، این احتمال ضعیفه. گرچه این احتمال موجود هست، اما احتمال این که به اولی و دومی برگردد، اون بله اون خیلی قوی هست نسبت به این دو این احتماله که بگیم به این دو طائفه مذکور. بله، اولا این که کسی که مثلا ادعای امامت می کند، بله، و بگوید او امام هست و از جانب خدا امام نباشد، او کافر هست، او دشمن خدا هست و از برای او عذاب شدید هست. یک کسی اگر گفت که او مسلمان هست، از اسلام بهره ای دارد، بینندگان محترم من، من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، بعد خدمت شما به عرض بکنم، این که بگویم او از اسلام بهره ای دارد، یک کسی بگوید که اونها این شخصی از اسلام بهره ای دارد، مثلا بگوید المستنصر بالله، مثلا المتوکل بالله، یا آقای خامنه ای مثلا از اسلام بهره ای دارد، بینندگان محترم بگوید این مسلمان حالا از اسلام بهره ای دارد، این بگوییم که این خداوند متعال او هم به او روز قیامت نگاه رحمت نمی کند اصلا و گناهان او را نمی بخشد و خداوند متعال و از برای او عذاب دردناک آماده کرده است، شاید این یک کمی سخت باشد این کلام، و گرچه بعید نیست. درباره ابو بکر و عمر این مسئله واضح و روشنه، اما درباره بقیه مثلا این کلام گفتنش سخته. حالا کسی بگوید که اونها امام هستند، بله، عرض کردم که فقره اولا اونا رو شامل می شود. یک کسی هست از دجالیه خامنه ای را امام می داند، یا یک کسی مثلا از جماعت عمریه ابو بکر را، عمر را، مستنصر را، متوکل را، هارون، مأمون را، ابو حنیفه، اینها را امام از جانب خدا می داند. این طائفه در بله در کفر اینها شکی نیست، کلام در اینه که کسی اونها را مسلمان بداند، بهره ای از اسلام بداند، بگیم او هم که این طوری هست، این کمی بعیده، این سخت. اولا این دلیل اول. دلیل دوم و عمده دلیل دوم هست و من این را اجالتا عرض میکنم، این مطالب را توزود بروم و فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را خدمت شما سروران عزیز خودم عرض برسانم. دلیل دوم دوستان عزیز، احادیثی هست که در کتب ما آمده، مثلا در کتاب شریف تفسیر عیاشی، دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، تفسیر شریف عیاشی مجلد اول، نوشته این مرحوم محدث بزرگوار شیعه، بله، ابو الناصر محمد ابن مسعود ابن عیاش السلمی السمرقندی، خدا رحمتش کند، و مرد خیلی فاضلی بوده و مرد خیلی خدمت کرده به دین ایشان، طبع مؤسسات العالمی للمطبوعات. در این کتاب بینندگان محترم صفحه 201 در تفسیر سوره آل عمران آیه ما کان ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، حدیث 64 و 65،
امين الحديث آمد از ابن ابي يعفور قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول. بله که میفرماید که از امام صادق علیه السلام شنیدم، ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من ادعى امامه من الله ليست له، ومن جحد امام من الله، ومن قال ان لفلان وفلان في الاسلام نصيبا. در اینجا بینندگان عزیز ان فلان و فلان آمده، و بینندگان محترم خیلی واضح روشنه که فلان و فلان کنایه از چه کسی هست، و ان لهما که در کتاب شریف کافی آمده، اون هم که در هم در عرف این چنین هست. شما یک کسی را صحبت بکنید میگید بله اون دوتا این کار را کردن، از برای آن دو نفر این چنین عذابی هست. این در عرف مردم و در عرف شیعه خیلی شایع هست که ضمیر برگردد به اولی و دومی. خب این بینندگان محترم همون حرف ما را ثابت می سازد که احتمال این به اولی و دومی برمی گردد، اون احتمال خیلی درسته. و حدیث 65 از وجود نازنین و مبارک حضرت سید الساجدین علیه السلام، ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، من جحد اماما من الله او ادعى اماما من غير الله او زعم ان لفلان وفلان في الاسلام نصيبا. بل فلان وفلان در اسلام نصيبي دارن، از امام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ان را ناقل کرده. و بینندگان محترم من يعني کسانی که عقیده عشانینا که اولی و دومی از اسلام بهره دارن، شکی در کفر باطنی آنها نیست و خداوند متعال از برای اونها از روی غضب با آنها صحبت نمی کند و خداوند متعال گناهان اونها را نمی بخشد و پروردگار عالم بله از برای اونها عذاب خیلی دردناکی را آماده کرده. خب بینندگان محترم، و این مطلب در خیلی از کتاب های زیاد دیگر هم آمده و تنها در اینجا نیست. مثلا در کتاب اثبات الوصیت للمسعودی، یا که حالا اونها را براتون نشان ندهم بهتره چون وقت گرفته میشه و تکرار همین مطلبه. و هدف ما بیان فضائل سید المسلمین یعصوب الدین ولی الاولین والآخرین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام می باشد. این بله خلاص در کتاب الوصیه للمسعودی، کتاب های دیگر این مطلب زیاد آمده حدیث با همین که ان لفلان و فلان و من زمع ان لفلان و فلان للاسلام نصیبا، که حدیث ضمیر برمی گردد و اولی و دومی. خب بینندگان محترم من، حالا که این مطلب خدمت شما دوستان عزیز به عرض رسید، علت بیان این مطلب این بود که من فکر کردم لازم باشه چون بعضی از دوستان شاید مطلب را خوب متوجه نشده اند. اما بیان فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و ذکر مناقب شریف حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، بینندگان محترم شما به خوبی آگاه هستید که در سالهای گذشته ما ادله خیلی زیاد را بر اثبات امامت و افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام از کتب مخالفین آوردیم خدمت شما و به اثبات رساندیم. و بینندگان محترم شبکه های مخالف و علمای مخالف فرار آنها و عجز آنها از جواب دادن ما برای شما واضح روشن. و در ضمن این بیان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السلام و اثبات سیادت آن سرور عظیم الشان و وجوب طاعت آن امام بزرگوار سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا ثابت شد و روشن شد. از جانب دیگر بینندگان محترم، اثبات کفر غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام از خود کتابهای مخالفین با ادله متواتره غیر قابل انکار خدمت شما بینندگان عزیز به حمد الله و منه تقدیم گردید. لذا بینندگان محترم، و این تکرار این برنامه ها همیشه وقتاً فوقتاً از این شبکه مبارکه پخش می شود. و بینندگان محترم، چون ما الحمدلله رب العالمین برای عقلا و برای منصفین کاملا مطلب واضح شده، حقیقت مذهب شیعه امامی سلام الله علی الائمه الاطهار واقعا آشکار شده برای کسانی که این شبکه مبارکه را نگاه میکنند، و
عجز علماء جماعت عمریه، چه وهابی چه غیر وهابی، برای همگی روشن شده. لذا بینندگان عزیز، خیلی از مطالب با توجه به این مطلب، خیلی از مطالبی که از کتب خود ما و علماء ما هست، من فرصت نکردم خدمت شما بینندگان عزیز به عرض برسانم و مطلب غیر ناقابل پایان هست، مطالب بی نهایت هست و پایان ناپذیر هست. آنها را خدمت شما دوستان عزیز به عرض برسانم. جماعت عمریه، آنهایی که منصف هستند و عقل دارند و حتی آنهایی که منصف نیستند، برای آنها همگی واضح شده. حق از خود کتاب های آنها شکی نیست در کفر خلفاء ثلاثه و غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام، بطلان مذهب آنها. از جانب دیگر شکی نیست در وجوب اتباع و پیروی و قبول نمودن و تسلیم شدن در برابر مذهب شیعه دوازده امامی سلام الله علی الائمه الاطهار. کسانی که فقط تعصب دارند و از قبول حق ابا می‌ورزند، با اونها احتجاج و محاجه کردن فایده ندارد، به خاطر چی؟ چون هر دلیلی بیاری اونها قبول نمی‌کنند، چون تصمیم گرفتن که قبول نکنند. همانطوری که کفار معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدن و ایمان نیاوردند. لذا بینندگان عزیز، از کتب عمریه حجج زیاد وارد شده و خیلی از حجج بوده که من فرصت نکردم، و انشاءالله در برنامه های عربی ما اگر شما مشاهده بکنید، خیلی از حجج جدید که سابقا ما بیان نکردیم و یا حتی در بعضی از موارد علماء شیعه هیچ کسی بیان نکرده، الحمدلله رب العالمین ما بیان میکنیم بحمد الله و منه. و بینندگان محترم من، یک مطلب دیگر را هم تذکر بدم خدمت بینندگان این شبکه مبارکه، که جماعت مخالفین ما، چی از جماعت عمریه و چی جماعت دجالیه و چی بعض پیروان بعضی از مراجع که ما مرجعیت اونها را رفض کردیم، اونها بر علیه ما تبلیغات راه انداخته اند و تبلیغات میکنند، مثلا سخنان مرا کلیپ میسازند، بله مؤخره و مقدمه را کنار میزنند و در تلویزیون در اینترنت پخش میکنند به صورت وسیع که الله یاری مثلا پیروی از داعش میکنند، مثلا طرفداری از داعش میکنند، یا الله یاری گفته شبکه اهل بیت علیهم السلام را امریکا تأسیس کرده، یا الله یاری ادعای مرجعیت کرده. بینندگان محترم من، شما یک کمی بله متوجه باشید و ملتفت باشید و عقلتان را ان شاء الله العزیز استفاده بکنید. شما کلامی را که میخواهید بشنوید، مجرد یک کلیپی را که ببینید با اون اطمینان نکنید. کلیپ های ساختگی خیلی زیاد هست، کلیپ هایی که سخنان یک شخصی را از یک قسمت از فلان سخنش بگیری، یک قسمت از فلان سخن دیگرش بگیری، دو تا را کنار هم بذار، او را کافر بساز. ساختن همچین کلیپ های آسانه که شما یک مقدار از سخن اولش بگی، یک مقدار از آخرش بگی، یک مقدار از فلان جا انتخاب بکن، اینها را همگیش کنار هم بذار، آن شخص را اصلا کافر ثابت بکن. این خیلی آسانه. شما به کلیپ هایی که در اینترنت میبینید و در مواجهه با من ساخته شده، به اینها توجه نکنید. شما به خود من، شما مثلا خطبه های نهج البلاغه، آیه های قرآن را هم اگر شما بگیرید، یک مقدارش از اونجا بندازید، یک مقدارش از اونجا بندازید، یک دو سه قسمتش با هم بچسبید، از او هر مطلبی را که بخواید میتونید ثابت بکنید. اصلا قرآن را علیاذ بالله کتاب کفر بسازید، از قرآن کریم عدم رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ثابت بکنید، جهنم بهشت همه اینا دروغه، همه اینها امکان داره، همه اینا اثبات اینها امکان دارد اگر انسان مطالب را وارونه بکند و مطالب را واژگون بکند. لذا کلیپ هایی که شما میبینید، به اونها هیچ کدامشان اعتماد نکنید. اونایی که بر علیه من ساخته شده، اونا را که طرفداران ما پخش میکنن، اونا دستکاری نمیکنن، اونا اشکالی نداره. لذا اونا را شما تصدیق نکنید تا وقتی که از خود من، از این شبکه شما چیزی نشنیدید. خدا خیرتان بدهد. و من نه رساله داده ام و نه من ادعای مرجعیت کرده ام و نه من راغب در امر مرجعیت هستم. و مرجعیت من اصلا از آن کراهت دارم، از این که من، گرچه علم خوب هست و فقه آل محمد علیه الصلاة والسلام دانستن آن شرف و کرامت هست، اما مرجعیت و افتا دادن برای مردم و جز از گرفتاری در دنیا و شدت مؤاخذه در روز عقاب، بله برای اغلب مراجع دیگر فایده ای ندارد.
دیگر دستاوردی ندارد. لذا بینندگان عزیز، من نه در آن هستم و نه شما از من شنیدید ادعای مرجعیت را، شکر خداوند متعال. اما فضائل سید المسلمین یعصوب الدین ولی الاولین والآخرین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. بینندگان محترم من، الان من بعضی از این فضائل را خدمت شما از کتاب ها خدمت شما میخوانم و پروردگار عالم ان شاء الله العزیز برای ما و شما ان شاء الله خداوند متعال حب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را روزی بفرماید. تمام ایمان بینندگان عزیز محبت امیر المؤمنین علیه السلام. اینطوری نیست، اینطوری نیست که تمام که ایمان شرطش محبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام باشد. تمام ایمان، کل ایمان، وجود نازنین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است. تمام دین وجود نازنین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است. بقیه همه قشر است، بقیه همه پوست است، لب، مغز، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، سیادت امیر المؤمنین علیه السلام، آقایی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، جمال بی حد و بی نهایت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است. اصل دین، اساس دین، دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، جان نساری از برای شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام، فدایی شدن، خاک در شدن، غلام شدن، سگ روح سیاه شدن در پیشگاه سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام است. و تمام امید شیعه، تمام امید نجات فقط در کرم امیر المؤمنین علیه السلام، چه در مشکلات دنیا چه در مشکلات آخرت. و تمام نعمات ظاهری و باطنی از بارگاه و آستانه سید المسلمین یعصوب الدین ولی الاولین والآخرین امیر المؤمنین علیه السلام. هر قدر ایمانش، هر قدر محبت شما نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام بیشتر باشد و دوستی شما نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام شدیدتر باشد و همان اندازه مقرب پروردگار عالم هستید، نماز شب بخوانید یا نخوانید، نماز شب بخوانید یا نخوانید، او اصلا فرقی نمی کند. اساس محبت امیر المؤمنین علیه السلام، قوت ایمان به شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام. گناه هر قدر بکنی بینندگان محترم من، اینک خداوند متعال باب رحمت واسعش را باز نموده و او دوستی سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام. و این کلام من نیست، این حرفی که بعضی از علمای جهال فکر میکنن نماز شب با سبب نجات هست، بله این حرف این اینها، خب این همه احادیث متواتره از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام که محبت امیر المؤمنین علیه السلام را سبب نجات قرار داده، محبت حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام را، محبت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولو انسان با ذنوب ثقلین وارد محشر بشود. اینها خیلی زیاده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل پروردگار عالم اصدق القائلین هستند و اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام همچنین. خب کلام خود آنها شیرین است و کلام خود آنها محیی قلوب است. کتاب شریف تفسیر قمیه علی ابن ابراهیم قمی جزء ثانی مؤسسة العالمی للمطبوعات بیروت، تفسیر سوره طه صفحه 37، در ذیل آیه مبارکه و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فانه حدثني ابي عن الحسن ابن محبوب عن ابي محمد الوائشي عن الورد عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام. از وجود النازلين ومقدس امام باقر عليه السلام، اذا كان يوم القيامه جمع الله الناس في صعيد واحد وهم عفاة عراة. روز قیامت پروردگار عالم مردم را در یک صعيد واحد، در یک صحرای
صحرایی جمع می کند، در حالی که همه مردم پیاده هستند و کسی لباس بر تن ندارد. فیوقفون فی المحشر حتی یعرفوا عرقا شدیدا، در اونجا در محشر ایستاده اند تا اینکه عرق زیاد می کند. و تشتد انفاسهم، و اینها نفسهایشان شدید می شود. فیمکثون فی ذلک 50 عاما، همچنین می مانند 50 سال. و این آیه قرآنی در اینجا هست. ثم ینادی منادی من تلقاء العرش این النبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد ندا می رسد از جانب پروردگار عالم از عرش خدا، که پروردگار عالم ندا می دهند می دهد که کجا هست پیغمبر امی من، پیغمبر مکی من صلی الله علیه و آله و سلم. فیقول الناس قد اسمعت فسم بسمه، مردم میگویند که ندا شنیده شد، هر یکی میگوید ندا شنیده شد، او را به اسمش میخوان، اسم مبارک ایشان صلی الله علیه و آله و سلم را ای منادی ببر. فینادی این نبی الرحمه، پس منادی ندا میدهد کجاست نبی رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، و بعدش با اسم گرامی و مقدس حضرت سید الانبیا و خاتم المرسلین، اینا محمد ابن عبد الله الامی صلی الله علیه و آله و سلم، کجا هستند ایشان، کجا هستند تاج سر انبیا و اوصیا سلام الله علیه و علی اطرته. فيقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم جلو مردم قدم برمی دارن تا اینکه به بله به حوض میرسن. طوله ما بين أيلة وصنعاء، طولش ما بين أيلة وصنعاء هست. علما گفتن که ایلا شهری بوده، قریه‌ای بوده در کناره دریای سرخ در شام، سرزمین شام یعنی اردن فعلی، یک قسمتی از دریای سرخ به اونجا می پیوندد. صنعا هم که در یمن است، یعنی یک مسافت خیلی عظیمی این حوض مبارک کوثر دارد. فینادی بصاحبکم، بلی فیقف علیه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حوض لب حوض کوثر که میرسد. فینادی بصاحبکم، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدا میزنند سید المسلمین یعصوب الدین برادرشان امیر المؤمنین علیه السلام، که مشکل کشای من کجاست، برادر من کجاست، عزیز من کجاست، میوه دل من کجاست، تاج سر من کجاست، آن کسی که تمام آرزوهای من اوست، تمام محبت من اوست، کعبه ایمان من، از ایشان کجا هستند. فیقدم علی امام الناس سلام الله علیه، پس در این هنگام امیر المؤمنین علیه السلام جلو مردم می آیند به پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فیقف معه، با ایشان می ایستم. ثم یؤذن للناس فیمرون، دو برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و برادر ایشان امیر المؤمنین علیه السلام سید الاوصیا کنار هم بر لب حوض کوثر می ایستند و مردم را ملائکه امر می کنند که برید جلو برید. فبین وارد الحوض یوم ایدین و بین مصروف عنه، مردم ها که می آیند هر کسی را طبق ایمان او، ملائکه ایمان او، عمل او دو قسمت می کنند. یک قسمت اجازه داده می شود که به حوض برون پیشگاه امیر المؤمنین علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و قسمت دیگر را امر می کنند که نه، شما حق ندارید به حوض کوثر نزدیک بشوید، شما بروید به سوی جهنم. فاذا راى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من یصرف من محبینا یبکی و یقول، هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میبینند که در بین کسانی که از حوض کوثر دور میشوند عده ای از شیعیان گناهکار هستند، شیعیان گناهکار، شی محبین اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، که اینها از حوض کوثر ملائکه اینها را دور کردند، در اون هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه میکند و میگوید یا ربی شیعتی، یا ربی شیعت علی علیه السلام، یا ربی شیعتی، یا رب شیعت علی علیه السلام، ای خدا، ای پروردگار، شیعیان برادر من،
شیعیان ما، دوستداران برادر من امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، ملائکه تو اونها را به سوی جهنم میبرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این را میگوید و گریه میکنه، اشک ها سرازیر میشه و گریه میکنه. اینها شیعیان برادر من هستند. فیبعث الله الیهم ملکا، خداوند متعال به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک فرشته ای را میفرستد. فیقول ما یبکیک یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ملائکه میگوید که خدا میفرماید که چه چیزی شما را به گریه آورده حبیب من. فیقول ابکی لأناس من شیعت علی علیه السلام اراهم قد صرفوا تلقاء اصحاب النار و منعوا ورود حوضی. میگوید که من گریه ام از برای بعضی از شیعیان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هست. میبینم که اونها را از جانب حوض اونها را دور کرده خداوند متعال و بله ملائکه اجازه ندادن اونها وارد حوض بشن و اونها را به سوی آتش جهنم و به سوی دشمنان ما به سوی منکران ما و اون طرف میبرن ملائکه. قال فیقول الملک، فرشته میگوید ان الله یقول، خدا میفرماید حبیب من، خدا میفرماید قد وهبت لهم لك یا محمد صلی الله علیه و آله، حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تو شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را دوست داری، من خدا هم شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارم، همه اونها را به تو بخشیدم. حبیب من همه این شیعیانی که ملائکه اونها را قرار بود به سوی جهنم ببرد همه اونها را به تو بخشیدم. و صفحت لكم عن ذنوبهم بحبهم لك ولعطرتك، و من گناهان همه اونها را بخشیدم به خاطر چی؟ به برکت این که اونها تو را دوست داشتن و اهل بیت تو را دوست داشتن. و الحقتهم بك و بما كانوا يتولون به، و من اونها را با همون کسانی که اونها دوست داشتن، این شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام را خیلی دوست داشتن، فدایی آقای خود بودن، قلبشان از بچگی پر از مهر مولایشان امیر المؤمنین علیه السلام بود، تو را دوست داشتن حبیب من، عطرت طاهره تو را دوست داشتن. من اینها را همه اینها را برگردانیدم بسوی تو و بسوی عطرت طاهره تو. و جعلناهم فی زمرتک، و اونها را در زمره تو و در جماعت تو قرار دادم. فاوردهم حوضک، حبیب من اینها را وارد حوض کوثر بکنید، از اینها پذیرایی بکنید بر حوض کوثر. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام می فرماید فکم من باک یوم اذن و باکیه، در اون روز خیلی مردم هستن که گریه می کنن، در اون روز خیلی مردم هستن، مردان هستن گریه می کنن، زنان گریه می کنن، ینادون یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأوا ذلك، همیشان این را که دیدن همیشان ندا می دن یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولا يبقى احد يومئذ يتولانا ويحبنا ويتبرأ من عدونا ويبغضهم الا كانوا في حزبنا ومعنا يريدون حوضنا. امام باقر عليه الصلاه والسلام فرمودند در اون روز، روز قیامت، هیچ کسی نمیماند از چه کسانی؟ هیچ کسی نمیماند از این کسانی که يتولانا، ما را مولا و آقای خود میدانند، و يحبنا، و ما را دوست دارند، و يتبرأ من عدونا، و از دشمنان ما بیزار هستند، از دشمنان ما را دشمن دارند. و یبغضهم، و نسبت به دشمنان ما اصلا کینه دارند. خداوند از اینها هیچ کسی را نمیگذارد مگر اینکه الا کانوا فی حزبنا، مگر این که اونها در گروه ما، در حزب ما هستند و معنا همراه ما هستند. و یریدون حوضنا، و بر حوض ما وارد میشوند. خب بینندگان محترم، این حدیث شریف را شما دیدید. حدیث شریف البشاره، بشاره المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم لشیعه المرتضى سلام الله علیه، نوشته عماد الدین ابی جعفر محمد بن القاسم الطبری، از علمای قرن ششم، تبع جامعه مدرسین حوزه علمی قم.
در این کتاب شریف احادیث خیلی زیاد، حالا من دو حدیث را خدمت شما از این کتاب مبارک و شریف خدمت شما میخوانم. بینندگان محترم، این جزء ثانی این کتاب هست، صفحه 70 حدیث دوم را ببینید. با سند خود ایشان روایت میکند از ابن عمر، از عبدالله ابن عمر: سألت النبي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فغضب. عبد الله ابن عمر میگوید رفتم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و درباره امیر المؤمنین علیه السلام از ایشان پرسیدم، پس غضبناک شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سؤال این ملعون چی بوده ما نمیدونم، اما حتما سؤالی بوده که از خبث سریرت او و از نجاست باطن او حکایت می کرده، به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او غضبناک شده. غضبناک شد و فرمود: ما بال اقوام یذکرون منزلته من له منزله که منزلتی. بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که چه شده مردمی را که ذکر میکنن، شما اصلا لیاقت نداری ذکر بکنید، آمدی سوال میکنی که سوالی که از او خبث باطن تو و نجاست باطن تو ظاهر می شود، بله تو حق نداری اصلا سوال بکنی. چه شده مردمانی را کنها سوال ذکر می کنند منزلت اون کسی را که منزلت او مانند منزلت من هست، نه اینکه منزلت او مانند منزلت موسی از هارون علیه السلام باشه، منزلت او عین منزلت من هست، منزلت و مقام او عین منزلت و مقام من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. الا و من احب علی علیه السلام فقد احبنی و من احبنی رضی الله عنه و من رضی الله عنه کافاه بالجنه. مردم آگاه باشید، الا یعنی آگاه باشید، خوب بشنوید و بدانید. و من احب علی فقد احبنی، هر کسی امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد، من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشته، و هر کسی که من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دوست بدارد خدا از او راضی می شود، خدا از او راضی می شود، و هر کسی که خدا از او راضی می شود مکافات عمل او، پاداش عمل او بهشت، بهشت. بعد فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: الا و من احب علی یقبل الله صلاته و صيامه و قيامه و استجاب الله دعاه. جان عالم فدای نام امیر المؤمنین علیه السلام. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم خوب بشنوید، خوب بفهمید، خوب ایمان بیاورید: و من احب علی علیه السلام، هر کسی که برادر من، عزیز من، تاج سر من، امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد خدا قبول بکند نماز او را، روزه او را و قیام او را، عبادات او را خداوند متعال قبول بکند، و استجاب الله دعاه، و خداوند متعال دعای او را مستجاب بفرماید. الا و من احب علی علیه السلام فقد استغفرت له الملائکه و فتحت له ابواب الجنه فيدخل من اي باب يشاء بغير حساب. هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد، بله ملائکه از برای او استغفار میکنند، ملائکه پیش خدا دعا میکنند که پروردگار این شخص امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد، گناهان او را ببخش، و خداوند متعال از برای او ابواب جنت را باز میکند. پس این شخص هر از هر بابی که بخواهد، از هر بابی که بخواهد، بهشت 8 دروازه دارد، از هر دروازه بهشت که بخواهد وارد بهشت می شود. الا و من احب علی علیه السلام لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یاکل من شجر طوبی و یرا مکانه من الجنه. مردم خوب گوش بکنید و یاد بگیرید و ایمان بیاورید، هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد لا یخرج من الدنیا، از دنیا نمی رود
حتى يشرب من الكوثر طائر كده رحمين دنيا قبل أزبردان ملائكة أزبرايو جام كوثر بيامران ويأكل من شجرة طوبى ملائكة أز شجرة طوبى أز درخت بهشت برای او بیوه می آورند که هنگام مردن قبل از مردن در همین دنیا طعام بهشتی را بخورد و یرا مکانه من الجد و ملک الموت جایگاه او را در بهشت قصر او را باغستان های او را در بهشت نشان می دهد شاید قبل از مردن هم بله اینطوری نیست که هنگام مردن فقط قبل از مردن خیلی از مردم هستن مکان خود را در جنت دیدن بله الا و من احب علی علیه السلام حول الله تبارک و تعالی علیه سکرات الموت و جعل قبره روضة من رياض الجنة هر کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را دوست بدارد هون الله تبارك وتعالى عليه سكرات الموت خدا آمد متعال جان کندن را سختی های جان کندن را از برای او سهل و آسان می‌سازد و خدا آمد متعال قبر او را یک باغی از باغهای بهشت قرار می‌دهد قبر او باغ بستان بهشت یک برگ درخت او این تمام دنیا را بیچاره می‌کند یک قطره از چشمه های بهشت یک لحظه دیدن چشمه های بهشت که چطور آب از اونجا بیرون میاد چطور آب شفاف ده بله گوارا از اونجا یک دیدن او مانند اون لذت یک لحظه یک ثانیش مانند اون لذتی در دنیا نیست مگر صحبت امام عصر علیه السلام ملاقات ائمه اطهار علیه الا ومن احب عليا عليه السلام اعطاه الله بعدد كل عرق في بدنه حوراء هر کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را دوست می‌داره خداوند متعال به اندازه هر عرقی در بدن او هر عرقی که می‌ریزد یا هر رگ بدن او خداوند متعال به او حوراء در بهشت عنایت یعنی بی حد و بی حساب كنيزكان أو إناية بكل الدربهشت ويشفع في 80 من أهل بيته وبقوا بيقوا يدكتو 80 نفر أز أهل بيته ترى شفاعت بكل برادر خاهر فدر فدر بزر خالة عمه فدر ما در هر كسي رو خاص واخدت بيار بهشت وله بكل شعرة في بدنه مدينة في الجنة و به اندازه هر تارمو در بدن او چقدر تارمو در بدن شما دست شما ریش شما بله سینه سر ابرو خداوند متعال یک شهر در بهشت نه یک قصر نه یک شهر که هر شهر او صدها قصر دارد خداوند متعال عطا میکند الا و من احب علی علیه السلام بعث الیه ملک الموت یرفق به کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را دوست بدارد و این مطالب در خیلی از احادیث آمده در احادیث مخالفین این فقرات را که عرض میکنم اینطوری نیست که فقط در این حدیث آمده تک تک این فقرات در احادیث دیگر و بعضی از اینها در احادیث متواتره در حتی در کتب مخالفین آمده فضلا از کتبنا فضلا از کتب ما چی برسد به کتب ما عذر بخوام دوستان عزیز خداوند متعال کسی که میمیره کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد هنگام مردن ملک الموت را به او میفرسته که با او شفقت بکنه مهربانی بکنه ملک الموت را امر بکنه که این شخص امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد جان کندن او را خیلی سهل و آسان میسازد ودفع الله عز وجل عنه هول منكر ونكير وخداوند متعال ترس منكر ونكير را از او دور بکنه منكر ونكير میآیند اما این شیعه امیر المؤمنین علیه السلام اصلا نمیترسد ملک منكر ونكير در قبر میآید بسیار احترام صحبت میکنه خدمت شما به عرض برسم ونور الله قلبه وبيض وجهه
خداوند متعال قلب اون کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد نورانی می سازد و چهره اش را نورانی می سازد. الا و من احب علی علیه السلام اظله الله فی ظل عرشه مع الشهداء والصدیقین. مردم خوب بدانید کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد خداوند متعال او را جمع می کند با شهدا و صدیقین زیر سایه عرش. زیر سایه عرش، عرش سایبان دارد یا خود عرش سایه دارد در آنجا، یعنی نهایت قرب پروردگار عالم. ادا و من احب علی علیه السلام نجاه الله من النار. هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد خداوند متعال او را از آتش جهنم نجات می دهد. الا و من احب علی علیه السلام تقبل الله منه حسناته و تجاوز عن سیئاته. کسانی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارند خداوند متعال گناهان اونها را می بخشد و اعمال نیکوی اونها را، حسنات اونها را قبول می کند. و کان معه فی الجنه رفیق حمزه سید الشهداء سلام الله علیه، و او را همنشین حضرت حمزه سید الشهداء علیه السلام. که دوستان عزیز، هر فقره این حدیث شریف محیر العقول. بله، فضیلت حضرت حمزه علیه السلام چیست؟ شهید جنگ احد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او حتی تکبیر خواند. و من در احادیث دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از شهادت حضرت حمزه علیه السلام از حضرت حمزه علیه السلام بیعت گرفت بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام. الا ومن احب علی علیه السلام اثبت الله الحکمه في قلبه واجرى على لسانه واجرى على لسانه الصواب. کسی که امیر المؤمنین علیه السلام خداوند متعال دانایی و حکمت را در قلب او ثابت و مستقر می‌سازد و حرف درست و حرف نیکو را بر زبان او جاری می‌سازد. وفتح الله له ابواب الرحمه، و خداوند متعال از برای او ابواب رحمت و ابواب مهر و محبتش را، ابواب مهربانیش را باز میکند. الا و من احب علی علیه السلام سبی فی السماوات اسیر الله فی الارض. هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد در آسمان ها اسم او را اسیر الله فی الارض، اون کسی که گرفتار خدا هست در عرض، اون کسی که در روی زمین گرفتار خدا هست. گرفتار خدا هست یعنی چی؟ یعنی خدا خریدار اوست. این اسیر الله فی الارض، همونطوری که شما یک اسیر داشته باشید در سرزمین دشمن، شما خریدارش هست. سعی میکنید او را زود نجات بدهید، بیارید پیش خودتان و او را مهربانی کنید، محبت کنید، دوری ها را، فراق ها را جبران بکنید با محبت، با لبخند، با تبسم. کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد این چنین خداوند متعال خریدار اوست. خداوند متعال بله دوستدار اوست و او دوستدار خداوند متعال است. الا و من احب علی علیه السلام ناداه ملك من تحت العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلها. هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد یک ملکی او را از آسمان ندا میدهد که ای عبد الله، ای بنده خدا، هر قدر گناهی که کرده ای از اول شروع کن، دیگر مثل این کسان گناهی نکرد، گناه کرده ای خداوند متعال همگی اشرا و آبروی اون کسی که تو او را دوست داری، چون در مهر، در قلب تو مهر امیر المؤمنین علیه السلام، دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، خدا بخشیده، خدا بخشید همه گناه. الان از اول شروع کن، دیگر گناه نکن. علا و من احب علی علیه السلام جاء یوم القیامه و وجهه کالقمر لیلة البدر. کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارد روز قیامت وقتی که مردم می آیند
حالا در حدیث دیدی که عده مردم می آید گرسنه، تشنه، نفس می زند. شیعه امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام وقتی از قبر بلند می شود ملائکه به استقبالش می آید، با نهایت تشریفات و احترام را بدرقه می کند. شیعه امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام وقتی وارد محشر می شود چهره او مانند ماه در شب چهارده می تابد، اینقدر نورانی، اینقدر جمال، اینقدر زیبایی دارد. الا ومن احب علی علیه السلام وضع الله على رأسه تاج الكرامه والبسه حله الكرامه. کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام را دوست دارد خداوند متعال بر سر او تاج بزرگی می‌دهد، تاج بزرگی می‌دهد و البسه حله الكرامه و خداوند متعال بر او بر بدن او لباس بزرگی، لباس کرامت، لباس سرداری آقایی بدن او می‌دهد. الا ومن احب علی علیه السلام مر على الصراط كالبرق الخاطف. هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارد بر صراط آنچنان زود میگذرد مانند برق. برق چطور زود اینچنین از صراط اینچنین میگذرد؟ الا بله. الا ومن احب علی علیه السلام و تولاه كتب الله له براءة من النار و جوازا على الصراط و امانا من العذاب. مردم خوب بدانید، گوش بکنید، یاد بگیرید، ایمان بیاورید، تسلیم باشید که هر کسی که امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام را دوست بداند و ایشان را سرور و آقای خود بداند خداوند متعال که از برای او براءت از آتش جهنم می نویسد و جوازن علی الصراط، بله، اجازه گذر از صراط عطا می کند و امانا من العذاب و خداوند متعال می نویسد نوشتر بش می نهد امان علی العذاب، هیچ کسی او را عذاب نکند. الا و من احب علی علیه السلام لا ينشر له دیوان ولا تنصب له میزان و یقال او قیل له ادخل الجنة بغیر حساب. روز قیامت که می شود نامه اعمال مردم پخش می شود، اونجا میزان می گذارن اعمالشان را ترازو می کنند. اونجا ببین فلانی زنا کرده، فلانی کار بد کرده، بچه هاشم خبر نداشتن، زن بچهشم خبر نداشت، آبرویش اونجا می رود. اما دوستان امیر المؤمنین علیه السلام نامه اعمال او را اصلا باز نمی کنند، باز نمی شد نامه اعمالش. لا تنشر له دیوان. کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را و فقط عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون سرفصلش این کتاب، دیگر کتاب مثلا بشارت المصطفی، این سرفصل کتاب عنوان کتاب، عنوان دامه اعمالش کتاب اعمالش، عنوانش اونجا نوشته حب امیر المؤمنین علیه السلام. ایشان امیر المؤمنین علیه السلام را دوست داره، اون نوشته اونجا هست. دیگر باز اصلا نمی شود ملائکه باز نمی شود، عنوان کتاب را می بینند دیگر بفهم و اصلا اعمال او را ترازو نمی کنند که اونجا ببینه چقدر عمل بد چقدر داره، عمل خوب داره که اینا کدامش زیاد می شود. نه، و به او گفته میشد ادخل الجنه بغیر حساب، شما وارد جنت بشید، از شما اصلا حسابی در کار نیست چون شما امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام را دوست دارید. علا و من احب آل محمد علیه الصلاه و السلام امن من الحساب والميزان والصراط. مردم بدانید، آگاه بشید، یاد بگیرید، هر کسی که آل البيت علیه الصلاه و السلام را دوست دارد از حساب در امان است، دیگر حساب ندارد، از میزان، از صراط، از همه اینها در امان. الا و من مات على حب آل محمد عليهم الصلاة والسلام صافحته الملائكة وزاره الأنبياء. کسی که ببیرد و در دل او حب اهل بیت عليهم الصلاة والسلام باشد، ملائكة بیان به او دست میده، ملائكة و استقبالش میده سلام علیکم، مصافحه میکنه. وزاره الانبیاء علیهم السلام، انبیاء به دیدن او می آید. مؤمن تازه مرده، مرض سرطان گرفته بود، در دنیا فقیر هم بود، زن و بچه هم یا داشت یا نداشت، اونا هم گرفتار بودن، مثل خودش فقیر بودن، پول نداشتن که را زیاد دکتر دوا بکنه.
استوديو كبيرة وأقدر أوجا مجلس عروسي محفل تشریف آوری که این مؤمن خدا آمده ملائکه مصافحه میکنند انبیا به دیدارش میآیند معروف بود در دنیا نه گمنام بود پولدار بود رئیس بود در دنیا نه پولدار بود عالمی از علما بود نه عالم نبود صلاة اللیلش ترک نمیشد نه اهل این کارا هم نبود چی بود مولایش امیر المؤمنین علیه السلام را خیلی دوست داشت پیر مردی بود پیر زنی بود فقیر مریض اما امیر المؤمنین علیه السلام زیاد دوست داشت اهل بیت علیه السلام زیاد دوست داشت و قضى الله له كل حاجه خداوند متعال هر حاجت او را روا میکند الا ومن مات على حب آل محمد عليه السلام انا كفيله بالجنه قالها ثلاثه رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم بله فرمودند که هر کسی که اهل بیت علیه السلام را دوست بدارد من خودم کفیل او کفالت کننده او در بهشت است سه مرتبه این حرف آورد قال قتيبة ابن سعيد ابو رجاء كان حماد ابن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول هو الاصل الاصل لمن يقر به حماد ابن زيد از اجله مشایخ حدیث افتخار میکرد و میگفت که این حدیث عجب حدیثی اصل دین این حدیث برای کسی که اقرار به این حدیث بکنه و شک در این حدیث نکنه دوستان عزیز بیدنده یک حدیث دیگر هم راجع به امیر المؤمنین علیه السلام از کتاب بشارت المصطفی برای شما بخواهد کتاب شریف بشارت المصطفی صفحه 77 جزء ثانی حدیث المنده جزء ثانی ابن عباس روایت میکنه و این حدیث در کتاب اعمالی شیخ صدوق رضوان الله علیهم هست اعمالی شیخ توصی رضوان الله علیه و در خیلی از مصادر دیگر اعطان الله تبارک و تعالی خمسه و اعطا علی علیه السلام خمسه خداوند متعال به من پنج چیز عطا کرده و به امیر المؤمنین علیه السلام پنج چیز عطا کرده اعطانی جوامع الکلم و اعطا علی علیه السلام جوامع العلم حالا اینا وقت بیان کردن نیست دوستان عزیز خداوند متعال به من جوامع الکلم عطا کرده و امیر المؤمنین علیه السلام تمام علم عطا کرده و جعلنی نبیا مرا خدا نبی خود سید الانبیا قرار داده و جعله وصیا او را سید الاوصیا سلام الله علیهم و آلهما قرار داده و اعطانی الکوثر خداوند متعال به من حوض کوثر عطا کرده و اعطاه السلسبیل خداوند متعال به او چشم سار سلسبیل در بهش را عطا و آنچه که پیغمبر داره حوض کوثر او را به امیر المؤمنین علیه السلام داده کوثر که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و ملکیت امیر المؤمنین علیه السلام و اعطانی الوحی و اعطاه الالهام خدا به من وحی داده به ایشان و اسری بی الیه و فتح الله له ابواب السماء والحجاب حتى نظر إلي ونظرت إليه خداوند متعال مرا به سوی خودش به اسراء و معراج برد معراج که بودم اونجا بله خدا دیدم که رسول خداوند متعال تمام پرده ها را کنار زد و امیر المؤمنین علیه السلام با این که در زمین بود با من در آسمان بود او به من نگاه میکرد من به او نگاه میکرد ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له ما يبكيك فداك أبي وأمي ابن عباس ميقول رسول خدا صلى الله عليه وسلم إن جملة را كي قفت من در آسمان بمعراج رفتم أمير المؤمنين عليه السلام با إن كدر زمين بود با من در آسمان تمام حجاب برداشته شد أمير المؤمنين عليه السلام بمن نگاه بكرد من بأو نگاه بكرد با هم صحبت کردیم خدا با هر دوی ما صحبت کرد این حرف را که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد ابن عباس میگوید عرض کردم چرا گریه میکنید یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
جاء پدر و مادرم به فدای شما. فرمود ابن عباس ان اول ما کلمنی به ربی عز و جل فقال، اول که رفتم پیش خداوند متعال در عرش برید، اول جمله ای که خدا به من گفت میدانی چی گفت؟ اول جمله ای که خداوند متعال به عرش رفتم این بود: یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حبیب من، انظر الى تحتك، فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد فتحت، ونظرت إلى علي عليه السلام. أول كلامي كي قلت خدا ربي وتعالى من إن بود كحبيبي من فردها راك نار زدا أبواب آسمان هارا باز كردن أمير المؤمنين عليه السلام در روي زمين هست أما أو باتو در آسمان هست نقاه بكن من چهره دل رواي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اول کلامی که خدا گفت این بود. نگاه بکن، ببین من از تو پذیرایی کردم، من میدانم که تو کی را دوست داری حبیب من، من میدانم که چه کسی هست که یاد او، ذکر او، وجود مبارک او باعث سرور قلب توست، باعث آرامش خاطر توست، اون کسی که به او فخر و وقار، اون کسی که مایه تمام وجود توست، اون کسی که قوت بازوی توست، اون کسی که پایه قرآن توست، رکن دین توست. من میدانم، من از تو استقبال کردم حبیب من، نگاه بکن به ایشان. و نظرت الى علی علیه السلام و هو رافع الی فکلمنی و کلمته و کلمنی ربی. دیدم امیر المؤمنین علیه السلام رافع الی که بسوی من بلند شده اند ایشان، رافع الی بسوی من بلند شده اند ایشان. و من با ایشان صحبت کردم، خدا با من صحبت کرد، من با امیر المؤمنین علیه السلام صحبت کردم، امیر المؤمنین علیه السلام با من صحبت کرد. ثم بكى رسول الله صلی الله علیه، فقلت یا رسول الله بما كلمك ربك. ابن عباس میگوید عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون زمانی که شما ستا بودید خدا به شما چه گفت؟ جان عالم فدای نام امیر المؤمنین علیه السلام. اون زمانی که شما ستا بودید، عرش خدا بود، خدا بود، حضرت مصطفی بود و علی شیر خدا مرتضی صلوات الله علیه ما و آله ما بود، شما خدا به شما چی گفت؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، قال لی، خدا به من گفت، حبیب من، پیغمبر من، اینی جعلت علی علیه السلام وصیک و وزیرک و خلیفتک من بعدک. حبیب من، رسول من، صاحب دین من، یا رسول الله صلی الله علیه و آله، من قرار دادم امیر المؤمنین علیه السلام را وصی شما و وزیر شما. وزیر یعنی مشکل کشا، وزیر یعنی اون کسی که بله قوت بازو هست، اون کسی که مشکل کشا هست، اون کسی که پشت و پناه هست. وزیر معنایش پشت و پناه تو قرار دادم امیر المؤمنین علیه السلام. پس معلوم شد همه مردم میگن خدا حافظت، همه مردم به هم دیگر میگن خدا حافظ شما باشد. خدا به حبیبش میگوید که امیر المؤمنین علیه السلام حافظت، سلام الله علی امیر و خلیفتک من بعدی، و بعد از تو، بعد از شما ایشان جانشین شما هستند. فاعلمه، این خبر را به ایشان، فاعلمه، به ایشان بگو، فها هو یسمع کلام، ایشان کلام شما را میشنوند. فاعلمته، به امیر المؤمنین علیه السلام این کلام را گفتم، و انا برین یدی ربی عز و جل، همون زمانی که من در عرش با خدا صحبت میکردم در همون زمان با امیر المؤمنین علیه السلام هم صحبت میکردم. قال لي قد قبلت وأطعت. أمير المؤمنين عليه السلام فرمونا قبول كردم وإطاعت كردم. فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه ففعلت. خدا ود متعال بملائكة آمر كرد كسلام بده بخليفة حبيبه بجانشين حبيبه والكسي كحافظ حبيبه من پشت پناه حبيبه من سلام الله عليهما وآلهما، پشت پناه الدين من، پشت پناه قرآن من.
او سلام بدی، تعظیم بکنید، ملائکه همه گی تعظیم کردن سلام بدن. فرد علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام جواب سلام ملائکه را دادند. و رأیت الملائکه یتباشرون، دیدم که ملائکه همه گی به امیر المؤمنین علیه السلام تبرک میجویند. ملائکه همه گی آمده اند به امیر المؤمنین علیه السلام، یکی خودش را به خاک پای ایشان، یکی ایشان به گوشه عبای امیر المؤمنین علیه السلام تبرک میجویند. وما مررت بملائكة السماء إلا هنؤوني وقالوا، به هر ملکی که گذشتم از ملائکه زمین و آسمان میگذشتم، ملائکه به من خطاب میکردن، هر ملک بلا استثناء، بله، و من اشارت میدادن و میگفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به آن خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، لقد دخل السرور على جميع الملائكه باستخلاف الله عز وجل لك ابن عمك. هر ملک میگفت، هر فلاشته میگفت که به خدا قسم یا رسول الله، تمام ملائکه جشن گرفتن. از شادمانی در پوست نمی کنجد. خداوند متعال شما را به عرش خود مهمان کرد و این مهمانی شما بر عرش را، بله، مقدمه تاج پوشی و تخت نشانی امیر المؤمنین علیه السلام، استخلاف امیر المؤمنین علیه السلام. و رأیت حملت العرش. خب دوستان عزیز میدیدن بقیه این دیگر روز دیگر باشه، حالا تا اینکه تلفن ها رو بگذارن من یک مقدار دیگر شم. و رأیت حملت العرش قد نکسوا رؤوسهم الى الارض، فقلت یا جبرائیل لما نکس حملت العرش رؤوسهم، فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما من ملک من الملائکه الا وقد نظر الى وجه علي بن ابي طالب عليه السلام استبشارا به، ما خلا حملت العرش، فانهم استاذنوا الله عز اسمه في هذه الساعه، فاذن لهم ان ينظروا الى علي بن ابي طالب عليه السلام، فنظروا اليه. دیدم که ملائکه حمله عرش، حمله مقرب پروردگار عالم، همگی به روی زمین نگاه میکنند، همگی به طرف زمین، چشمای همگی به سوی زمین. گفتم جبرئیل، این ملائکه همه گیشن چرا ملائکه مقرب خدا روی زمین نگاه میکنن؟ گفتم که جبرئیل گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها حمله عرش از خدا اجازه خواستند که خدا به اینها اذن بدهد که خوب دلسیر، خوب زیاد به چهره مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نگاه بکنند، و خدا به اینها اجازه داده، دیگر اینها دلشان سیری ندارد، چشماشان را دوختند به جمال بی نهایت شاه مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. امیر المؤمنین علیه السلام نگاه میکنه، فلما هبطت جعلته أخبره بذلك وهو يخبرني به، فعلمت أنه لم أطأ موطنا إلا وقد كشف الله لعلي عليه السلام حتى نظر إليه. وقتی که به زمین آمدم به امیر المؤمنین علیه السلام این جریان را گفتم که ملائکه حمله عرش این چنین نگاه میکرد به روی زمین، به سوی شما، دیدم که امیر المؤمنین علیه السلام از این قضیه خبر داره. امیر المؤمنین علیه السلام خودش برای من تعریف کردن که این چنین بود، ملائکه به من نگاه میکردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من در آسمان که بودم برای من روشن شد که من در هیچ جای آسمان ها قدم نگذاشتم مگر اینکه امیر المؤمنین علیه السلام همه گی را میدید. امیر المؤمنین علیه السلام همه گی را مشاهده میکرد، شاهد. ابن عباس میگوید گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصینی. ابن عباس میگوید که طلبه های قوم وقتی پیش علما میرد میگه ما رو نصیحت بکنید. ابن عباس هم این چنین بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که نصیحتی بفرمایید برام، مرا وصیت بکنید، نصیحتی به من بکنید. قال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ابن عباس علیک بحب علی ابن ابی طالب علیه السلام. رسول خدا، ابن عباس کوچک بود. ابن عباس هنگام وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدود 15 سالش بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ابن عباس بر تو واجب است، از من نصیحت خواستی، وصیت خواستی در یک کلمه، علیک، بر تو واجب است، هیچ چاره ای نداری، هیچ راهی نداری مگر از چی؟ این که امیر المؤمنین علیه السلام را خیلی دوست داری، جان فدا باش، جان نثار باش، خاک در امیر المؤمنین علیه السلام باش. باز قلت یا رسول الله اوصنی. دوباره ابن عباس میگوید، باز عرض کردم، باز مرا نصیحت بکنید یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال علیک بمودت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بر تو باد ابن عباس، دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، بر تو باد مودت امیر المؤمنین علیه السلام، این قادر در حب امیر المؤمنین علیه السلام و سلام، خودت را از دست بده، محوش و فنا، جان نثار، فدایی امیر المؤمنین علیه السلام بشو. چرا؟ والذی بعثنی بالحق نبیا لا یقبل الله من عبد حسنة حتی یسأله عن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام وهو تعالى اعلم، فإن جاء بولایته قبل عمله على ما كان منه وإن لم يأتي بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى النار. قسم به آن خدایی که مرا به نبوت برانگیخته، خداوند متعال حمل حسنه هیچ یکی از بندگان خود را قبول نمی کند، نه نماز، نه روزه، هیچ تسبیح، بله تحمید و تمجید خداوند متعال و زکات و خمس و حج و جهاد، هیچ خدا از اینها اصلا سؤال نمی کند، قبول بکند، نه نه نه، حتی سؤال هم بکند، مگر اینکه اول از حب امیر المؤمنین علیه السلام میپرسد. خدا میداند که او دوستدار هست یا نیست، اما خدا میپرسد. وقتی که جواب داد، اگر او محب امیر المؤمنین علیه السلام بود، عملش اون وقت هرچی باشد قبوله، عملش هرچی باشد قبوله، دیگر اشکالی ندارد. اگر امیر المؤمنین علیه السلام را دوست نداشت، بله دیگر از عمل او دیگر فایده ای ندارد، پرسانی نیست، دیگر امر میشد برد به جهنم. منکر امیر المؤمنین علیه السلام بر او لعنت، به جهنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: والذی بعثنی بالحق نبیا ان النار لاشد غضبا على مبغضی علی علیه السلام منها على من زعم ان لله ولدا. آتش جهنم، بله، ان النار لأشد غضبا، آتش جهنم غضبش بر دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام شدیدتر از غضب او بر مشرکین. مشرکین بت پرست بوده، اونا اونقدر عذاب نمیشن در جهنم، جهنم بر اونا اونقدر غضب نمی کنه. دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام استجیروا بالله. يا ابن عباس لو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا لعذبهم الله تعالى بالنار. ابن عباس اگر ملائكة هم همه ملائكة بيائن، نه یک ملك تو ملك، همه ملائكة وعدد عنها مليار مليار تريليون تريليون بي حد و بي حسب ملائكة، همه ملائكة بگوید ما با امير المؤمنين عليه السلام دشمنی میکنه و اونها این کار را هیچ وقت نخواهد، اما اگر بکنن خداوند همه اونها را جهنم میفرسته، همه اونها را جهنم میفرسته. ملائکه با آن عبادت، با آن قوت ایمان، با آن همه که هیچ وقت گناه نمی کنند، میلیاردها سال هر کدامش عبادت کرد، همه گیشان جهنم میفرستد، مراعات نمی شود. خب دوستان عزیزی، من الان من یک کمی تلفن های شما را جواب بدم، بعدشم انشاءالله العزیز دعاتان بکنم. سلام علیکم، بفرمایید.